دوستان گرامی سلام، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید در کمال صحت و سلامت و تندرستی باشید. امروز پنج شنبه 19 تیر 1399 با برنامه پرسش و پاسخ در گروه تلگرامی اتحاد چپ در خدمت شما هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از مضامین مرکزی و مهم در مباحث سیاسی اجتماعی. ما به عنوان نیروهای سیاسی و اجتماعی چپ قطعاً حقوق بشر رو باید با اهمیتی بسیار پاس بداریم. به خصوص در این زمان عسرت که حکومت دژخیم آزادی‌های مدنی رو در حصار خشونت و سرکوب گرفته، اهمیت اتحاد برای تشکیل یک نیروی قوی برای مقابله با خشونت حکومت بسیار محسوسه. مهمان امروز جلسه ما دکتر حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی هستند. موضوع جلسه امروز این پرسش هست: آیا اتحاد چپ پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر میسر است؟ از رفیق نائب هاشم که با وجود مشغله بسیار زیاد دعوت ما را قبول کردن سپاسگزارم. من فایل صحبت‌های مقدماتی دکتر نائب هاشم رو در اختیار شما می‌گذارم. لطفاً بعد از شنیدن اونها سوالات خودتون رو بنویسید تا جلسه رو بعد از اون به صورت پرسش و پاسخ ادامه بدیم. امیدوارم که جلسه پربار و خوبی داشته باشیم. لطفاً از بارگذاری مطالب غیر مرتبط در طول برنامه خودداری کنید. متشکرم. با سلام و درود به شما تدارک کنندگان این برنامه و عزیزانی که در این گروه تشریف دارن. موضوع صحبت امروز رو از اونجایی که نام اتاق اتحاد چپ هست با اجازتون در این ارتباط باشه، یعنی ارتباط حقوق بشر و چپ رو سعی بکنیم که مطرح بکنیم، پیدا بکنیم. سوال این هستش که آیا اتحاد چپ پیرامون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بشر میسر هست یا خیر؟ این در واقع عنوان این برنامه هست. میدونید که خب از اصل 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوع حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی پرداخته شده و همچنین میدونیم هممون که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی پیرامون این مسئله هست، این مسائل هست به اصطلاح. و خب در ارتباط با شرایطی در جهان وجود داره، در واقع در رابطه با اهداف ابتدا اهداف هزاره و حال که اهداف توسعه پایدار مطرح است، بسیاری از این اهداف با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بشر در ارتباط هستند و اون این حقوق رو خیلی ساده تر اگه بخوایم صحبت بکنیم، حقوقی هستش در ارتباط با داد، در ارتباط با تامین عدالت اجتماعی، تامین برابری در جامعه. و خب چپ ها همواره بر این حقوق انسانی تاکید داشتن و همواره در راه برقراری عدالت، برقراری عدالت اجتماعی به طور مشخص و مسئله داد در جامعه تأکید داشتن و حرکت کردن. به نظر من می تواند این حقوق پایه‌ای باشد برای اینکه چپ با طیف گسترده خودش بتونه اتحاد پایداری رو داشته باشه. به بررسی این موضوع در صحبت‌ها می پردازیم. از مفهوم چپ که من بیشتر مورد نظرم هست در اینجا صحبت می‌کنیم، طیف وسیعی مطرح است. به هر حال نیروهای اجتماع را از نظر سیاسی تقسیم میکنیم معمولا به چپ، میانه و راست، و خب این چپی که هست مسلمه در اون خودش طیفای وسیعی رو داره. اون طیفی که مورد من نظر من هست به هر حال از کسانی مثل سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها،
هوادار سوسیالیسم دموکراتیک و از آن سو مارکسیست لنینیست ها و آنارشیست ها و حتی نیروهای درون حزب اصحاب سبز مورد نظر من هست و در حال این طیف وسیع خب میتونه در واقع بلوک اجتماعی وسیع رو در کنار یا در مقابل نیروهای میانی و راست داشته باشه و خب در تحول جامعه میتونه تأثیر بذاره که این جامعه تا چه حد به سوی برابری ها یا عدالت اجتماعی یا سوسیالیسم حرکت بکنه و تا چه حد نکنه. طبیعه که خب در میون چپ ها خیلی افتراق نظر به اصطلاح خیلی بیشتر هست تا راست ها و میانه ها، چون اونا به طور مشخص به منافع آنی تا حد زیادی توجه میکنن و چپ ها خب آرمانگراییشون خیلی بیشتره و خیلی منافع آتی مردم رو در نظر میگیرن و خب میتوانن در اثر کوچکترین اختلاف نظر از هم دیگه دور بشن و در حال نتونن به راحتی در حزب معین جا بگیرن یا در یک اتحاد پایدار حضور داشته باشن. و این از معضلاتی هستش که میشه گفتش که چپ ها دارن، بیشتر دارن نسبت به راست ها و میانه ها. به این زوایا اگر بشه در صحبت های خودمون در سوال ها شاید بشه پرداخت، ولی اون چیزی که بیشتر مورد نظر من هست اینه که یه مدار خودمون حقوق رو باز بکنیم و بر مبنای اون در واقع برنامه ریزی هایی که در قبال تامین این حقوق در سطح جهان شده بهش بپردازیم و در ایران خودمون ببینیم که در این رابطه چه میشه کرد. در ارتباط با روندهایی که نهایتاً به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌انجامه، اطلاع دارید که در تاریخ به هر حال منشور حقوق انگلستان و منشور حقوق ایالات متحده و همچنین اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه و تاکیدش بر حقوق مدنی و سیاسی بوده و به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی عملا توجهی نشده، هرچند که در انقلاب فرانسه مسئله برابری یعنی شعار اصلیش که آزادی، برابری و حالا برادری که برادری رو در واقع باید همبستگی این روزها ترجمه کرد مطرح بوده، مسائلی که در حداقل اون اعلامیه اومده 17 اصلی که بوده بر حقوق مدنی و سیاسی تاکید داشته، ولی که خب در مجموعه رویدادهایی که در قرن 19 هم اتفاق میفته، انقلابات مختلفی که روی میده در این قرن، کمون پاریس، مسئله کلن انتشار منیفست حزب کمونیست و بعدن خب در قرن 20 نیمه اول بر انقلاب اکتبر و روندی که در اون راستا شکل میگیره تا در حال جنگ و بعد از جنگ، نهایتاً حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر عملاً میگنجونه و ما میبینیم که از اصل 22 به بعد روی این حقوق تاکید شده که بعداً در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به طور مبسوط در حد یک میثاق درش تاکید شده، میثاقی که در سال 1966 تدوین نهاییش به پایان میرسه، هرچند که خب قرار بوده زودتر از این تهیه بشه و در سال 1976 هم با عملا پیوستن یا تصویب بیش از 35 کشور به اون این معاهده در واقع اجرایی میشه. در ایران هم که میدونید در اون سال 54 که تقریبا مترادف با اون زمان در مجلس شورای ملی این دو
میثاق عملا تصویب میشه. اطلاع دارید که سه رکنی که جامعه ملل یا سازمان ملل بر اون استوار هست، مسئله صلح و امنیت هست که متبلور در شورای امنیت، مسئله توسعه هست که در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متبلور هست، و یکی هم مسئله حقوق بشر که قبلا کمیسیون حقوق بشر و حالا شورای حقوق بشر اون رو نمایندگی میکنه. البته خب دستگاهی مثل کمیساریای عالی حقوق بشر هم بر اون مبنا تشکیل شده با هزاران کارمند در سراسر دنیا که خب امر حقوق بشر رو پیگیری میکنه. اینها خب در پیوند متقابل با همدیگه هستن و کماکان در دنیا مسئله صلح و امنیت حرف اول رو میزنه، و از ماده 22 که صحبت میکنیم در اون رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، از امنیت اجتماعی در ماده 22 صحبت میشه به طور مشخص، و اینکه خب باید در واقع این باعث حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت در واقع انسان ها میشه، و بر اون مبنا خب تک تک حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به طور عمده البته در کاتگوری های مختلف بیان میشه، از اینکه شخص دارای شغل باشه یعنی حق کار که در ماده 23 مطرح میشه، و اینکه باید این بدون هر تبعیضی باشه، کار برابر، مزد برابر و پاداش مناسب در ارتباط با اون، و تشکیل اتحادیه های صنفی برای اینکه خب فرد برای حفظ منافع خودش در جمع بتونه حضور پیدا کنه و جمعاً به خواستهایشون بتونن برسن. مسئله در کنار حق کار، حق استراحت و فراغت در واقع مطرح میشه در ماده 24، و ماده 25 به طور خیلی مبسوطی به اساسی ترین باز حقوق یا نیازهای در واقع انسان مثل خوراک، پوشاک، سرپناه مناسب، مراقبت پزشکی و بهداشت در واقع همگانی، خدمات اجتماعی و بیمه های تأمین اجتماعی و در زمان بیکاری، بیماری، نقص عضو و سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش می‌پردازه. مجموعه چیزهایی که خب در بسیاری کشورها تا حد زیادی امروز تأمین شده، و تاکید ویژه‌ای میشه بر دوران در واقع باروری، موقعی که یک مادر در دوره بارداری و فرزند اون محتاج تأمین نیازهای ویژه است. طبیعیه که به حق آموزش پرورش همگانی اجباری و خب رایگان بهش حداقل تا سطوح ابتدایی و آموزش فنی و حرفه‌ای در ماده 28 بهش توجه میشه، و اینکه دستیابی به آموزش عالی وجود داشته باشه، و در ماده 27 هم در مثلا یک حق فرهنگی، اینکه هر شخصی که آفرینشگر یک اثر علمی، ادبی یا هنری باشه بتونه از مواهب اون برخوردار باشه، به طوری که حاصل کار اون در این عرصه به فنا نره. در این ارتباط برای اینها خواسته ها و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هستن که در اعلامیه جهانی حقوق بشر میشه گفت در مجموع خلاصه، ولی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی به طور مبسوط بهش پرداخته شده. ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم شاید بشه در این ارتباط دونست، و اون مسئله اینه که یک نظم اجتماعی و بین‌المللی برای اینکه حقوق مطروحه، چه حقوق مدنی سیاسی، چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مطروحه در این اعلامیه بتونه تامین بشه، باید وجود داشته باشه. اینجا بحث در واقع همبستگی بین المللی مطرح میشه در رابطه با همون شعار سوم
انقلاب فرانسه که ازش صحبت شده در سطح جهانی. اینها مجموعه در واقع حقوق هستند. صحبتی که حالا از یه زاویه دیگه میخوایم مطرح بکنیم در ارتباط با اینها بیشتر امر پیوند تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی و حقوق بشر رو در این اعلامیه میبینیم. خب طبیعیه که بسیاری از شاخصهای توسعه هم مثل آموزش، پرورش، بهداشت و غیره در اینجا طرح شده، ولی که شاید حرکتی که جامعه جهانی برداشته در جهت رسیدن به اهداف هزاره و بعد از اون اهداف توسعه پایدار رو بشه در پیوند بیشتر حقوق بشر و توسعه دید که حال سعی میکنیم یه مقدار به اون بپردازیم. در پایان سال 2015 اهداف توسعه هزاره، توسعه پایدار عملا مطرح شد که 17 هدف، هدف اصلی در واقع و شاید 169 آماج مدت دار در اون تعریف شده. بسیاری از این هدف ها در راستای حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هستند. مثلا هدف یک، هدفش ریشه کن کردن فقر به هر شکل و در همه جا. یا هدف دو، ریشه کن کردن گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار. هدف سه، تامین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین. هدف چهار، تضمین آموزش فراگیر، منصفانه و با کیفیت و پیشبرد فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای هم است. شاید بعضی از این اهداف رو خیلی مستقیم به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نشه مربوط دونست، بیشتر در ارتباط با رفع تبعیض باشه، مثل هدف 5 که در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران. بسیاری از اینها در ارتباط با مسائل محیط زیست، مثل هدف 6 که دسترسی همگانی و مدیریت پایدار آب و فاضلاب. اونها رو به حقوق فردی افراد مستقیم شاید نمیشه مربوط دونست، یا مثلا هدف 7 که باز دسترسی همگانی به انرژی مقرون به صرفه است، قابل اتکا، پایدار و نوین، یا ایجاد زیرساخت منعطف و پایدار برای صنعتی شدن. بسیاری از اینا خیلی مستقیم برنمی‌گرده، ولی غیر مستقیم بسیاری از اهداف توسعه پایدار هم به موضوع حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی برمی‌گرده. به خصوص اون آماج‌ها، از جایی که این هدف‌ها بسیار کلی‌اند و یک مقدار گسترده هستند، آماج‌ها خیلی مشخص‌تر و زمان‌دارتر نکات خواستهای مشخصی رو در زمان معین هدف میگیرن. مثلا در رابطه با آماج 1، از هدف 1 به طور مشخص گفته که باید فقر شدید در میان همه مردم در همه جا تا سال 2030 از بین بره، به طوری که خب حالا با حساب سال 2015 حساب بکنیم، هر فرد حداقل 1.25 دلار در روز درآمد داشته باشه. و خب اگر این به این هدف رسیده بشه، خب انتظار این هستش که فقر مطلق یا فقر بسیار شدید نباشه. این به معنی پایان دادن به همه اشکال فقر قاعدتا نیست، آنچنان که عنوان این قضیه هست، ولی که یک هدف مشخص زمان بندی شده رو با میزان مشخص عملا مطرح کرد. و یا مثلا در آماج 2 از هدف 3 صحبت از این هستش که تا سال 2030 به مرگ و میرهای قابل جلوگیری نوزادان و کودکان زیر 5 سال پایان داده بشه، و اینه که مرگ و میر کودکان تازه متولد شده تا 12 در 1000، آنچنان که امروز در کشورهای
توسعه یافته هست کاهش پیدا بکنه یا کودکان زیر 5 سال تا حد 25 در هزار، یعنی رقم های خیلی مشخص و قاعدتا قابل دسترسی پیشنهاد شده که حالا آیا به این ها تا سال 2030 برسیم یا نرسیم احتیاج به همت عمومی داره. این آماج ها رو حتی از این هم خیلی مشخص تر، یعنی هرچند که اینا زمان بندی شده و کمی شده هست، بسیاری از در واقع شاخص ها هم درون اون گنجوندن با یه مرحله پایین تر که باز هم اینها رو باز هم کمی تر بکنه نسبت به اون کیفیت کلی که همیشه خب به صورت آرمانی یا هدف کلی مطرح میشه. مراد از تمام این صحبت ها این بودش که خب شاید در بسیاری از مسائل مجموعه افراد بتوانند روی موضوع معینی یک خواسته مثلا فرض کن مدنی یا سیاسی اشتراک نظر داشته باشند، مثل خب مثلا آزادی انتخابات، رهایی از شکنجه و اینها خواستای عمومی هستند که همه مردم بشر مردم باید قاعدتا داشته باشند، ولیکن خب شاید بشه گفتش که حقوق اقتصاد اجتماعی فرهنگی رو خیلی از افراد پیگیرش نباشن، ولی قاعدتا این اهداف با توجه به هم تاریخچه‌ای که گفتم هم روی کردی که نیروهای چپ دارند قاعدتا دغدغه جدی چپ ها هست و می توانند در این راستا به نظر من همسویه معینی داشته باشند و با وجود اختلاف نظرهای مختلف در ارتباط با اینکه اینها رسیدن به اینها، هرچند که شاید خیلی آرمانگرایانه نباشند، ولیکن میتونه هدف مشترکی باشه که طیف‌های وسیع رو به همدیگه پیوند بده و پیرامون اون اقدام مشترکی رو عملا سامان بده. از این روی من فکر کردم که من به نظر خودم امکان پذیر هست که نیروهای چپ از اونجایی که همه این گونه اهداف مورد نظرشون هست بتونن پیرامون اون مسائل مختلف دیگر میتونن اختلاف نظر داشته باشن، اختلاف نظرهاشون رو حفظ بکنن و سر اون به بحث بنشینن، ولیکن سر این موضوعات میتوانن با همدیگه همسو باشن و در رابطه با کشور معین که در این رابطه ایران هست ما بتونیم اولا برنامه مشترکی رو داشته باشیم. مجموع این صحبت ها رو برای شروع بحثمون تر کردم، امیدوارم که در خلال پرسش ها و پاسخ ها بتوانیم مبسوط تر به این مسائل بپردازیم. خوشحالم که باز روز دیگه این فرصت برای من پیش اومد که با شما عزیزان هم صحبت باشم در رابطه با این مقولات. دوستان خبر دادن که متاسفانه صدام تا اینجا ضعیف بوده و بلندتر صحبت کنم، شرمنده که تا کنون این چنین بوده، امیدوارم که قابل شنیدن در مجموع بوده باشه و از اینجا امیدوارم که وضعیت بهتر شده باشه. سوال شده که سازمان ملل چگونه میخواد فقر رو تا سال 2030 که من تو صحبتام اشاره کردم از بین ببره، وقتی آمار جدید گرسنه‌ها و در دنیا به 1 میلیارد نفر رسیده. جوابش اینه که اولا خب سازمان ملل این رو تصویب کرده، سازمان ملل که نمیتونه این کار رو بکنه، این در واقع یک کوشش جمعی از جانب همه دولت‌ها و همه ملت‌ها، مردم هر کدوم من و شما همه ماست که سعی بکنیم در این راستا حرکت بکنیم. از این 15 سالی که در این برنامه هست 5 سالش گذشته و خب دنیا در این جهت آنطور که باید خوب پیش نرفته. به هر حال هدف 1 که از بین بردن فقر، یعنی کاهش فقر در واقع، و هدف 2 که از بین بردن گرسنگیه، هنوز باهاش فاصله داریم، ولیکن ما هممون به خصوص ما مدافعان حقوق بشر و قاعدتاً
چپها باید در این راستا تلاش بکنن، برای اینکه این موضوعیه که دلشون رو به درد میاره و با یه کوشش همگانی با فشار معین این رو هنوز هم میشه امکان پذیر دونست. حالا چه راهکارهایی رو باید پیش برد، میتونیم راجع بهش مقدار بیشتر صحبت کنیم. در ارتباط با فقر، موضوع از بیان برداشتن فقر شدیده و به طوری که خب فقر در واقع آنچنان کم بشه که هیچ کسی در سال 2030 با تعریف با مشخص فقر شدید نداشته باشه، یعنی درآمد 1.25 دلار در روز رو موقع حساب کردن در سال 2015. خب طبیعیه که دلار هم مثل ارزهای دیگه سقوط میکنه در سال 2030، معلوم نیست این 1.25 دلار اون موقع معادل چند دلار سال 2030 باشه، ولی به هر حال این حداقلیه که کسی سر گرسنه بر زمین نذاره و خب فقر بسیار شدید نداشته باشه. ولی به این معنی نیستش که فقر کاملا ریشه کن میشه. به هر حال فقر، از بین بردن فقر به یه معنی که خب مثلا در جامعه ما اون چیزی که فقر شدیده شد، یعنی 1.25 دلار در روز رو درصد بسیار پایینی در کشور ایران این وضعیت رو داشته باشن، در حد 2% شاید. ولی کن مثلا در مورد فقر صحبت از اینه که 3 دهک یا 4 دهک در زیر خط فقر هستن و اون به هر حال یعنی 30% 40% مردم کشور رو در بر میگیره. یعنی تا سال 2030 گفتن که در همه سنین اون کسایی که حالا در فقر هم زندگی میکنن، حالا فقر شدید که هم گفته شد بعد از بین بره، کسانی که در فقر هم زندگی میکنن به نصف حداقل کاهش پیدا بکنه و یه سیستمی، یعنی اینا در واقع آماج 1، 2، 3 هست از اهداف توسعه پایدار، یعنی هدف 1 توسعه پایدار، و صحبت سر اینه که باید سیستم هایی داشته باشن که تمام آسیب پذیران و فقرات سیستم تأمین اجتماعی رو داشته باشن. آماج 4 بر روی این تاکید داشته که داره که تمام افراد، چه زن چه مرد، بتوانند از خدمات اولیه برخوردار باشند، خدمات مالی حداقلی مناسب مثل اعتبارات خرد رو داشته باشند و به هر حال همه حقوق مربوط به مالکیت، کنترل بر زمین، اشکال تملک، وراثت، منابع طبیعی، اینها برای اونها تأمین بشه و در واقع سیستمایی به وجود بیاد که مثل الان که مثلا با کرونا مواجه هستیم، انعطاف پذیری لازم برای فقرا به وجود بیاد که در اثر شوک‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فجایعی مثل مثلا کرونا زندگیشون نابود نشه. اینها جزو مسائلی که خب باید مطابق این آماج‌ها از هدف 1 توسعه پایدار تأمین بشه و خب قطعا دشوار رسیدن به این حالا آماج های معین، ولی که یه مقدار این آماج ها مشخص تر هست با اون هدف کلی که از بین بردن فقر شدید هست و کاهش فقر در سطح کلی. همینجور که تو سوال شما بود، فقر و گرسنگی، یعنی آماج 1 و 2، هدف 1 و 2 در ارتباط نزدیک با هم دیگه هستن. در مورد هدف دوم که مربوط به پایان دادن به گرسنگی، امنیت غذایی، تغذیه بهتره، خب تا 2030 بحث سر اینه که پایان گرسنگی، خب که طبعا در رابطه با فقرا هست، افراد آسیب پذیر هست، به خصوص در مورد نوزادان که باید حتما به خوراک مطمئن، مغذی و کافی دسترسی داشته باشن. همه اشکال سوء تغذیه از بین بره تا سال 2025، یعنی حتی به 2030 هم نرسه، یعنی تا 5 سال دیگه ما قادر باشیم که در دنیا سوء تغذیه رو نداشته باشیم. و خب بر اون مبنا میدونید که این موضوع باعث کوتاه قامتی و لاغری شدید میشه در مورد کودکان زیر 5 سال
و نیازهای تغذیه به خصوص دختران نوجوان، زنان باردار یا شیرده و سالمندان هم عملا تأمین بشه در رابطه با تغذیه. از باز هم آمایش های مربوط به هدف دوم این هستش که بهره وری کشاورزی دو برابر بشه در تا سال 2030 و تولید کنندگان محصولات کشاورزی خرد به خصوص زنان، مردمان بومی، خانواده های کشاورز و روستاییان و ماهیگیران بتوانند دسترسی مطمئنی داشته باشند به زمین و از خدمات مالی معین در بازارها بتونن استفاده بکنن و فرصت‌های مناسبی از این نظر براشون فراهم بیاد، یعنی به طوری که مجموعه این امکانات باعث بشه که عملاً هیچ کس سر گرسنه زمین نگذاره. 1 میلیارد نفری که الان هست و حالا با کرونا خبر از این هستش که قاعدتاً بیشتر هم شده و از اونجایی که خب سالها این پدیده وجود داشته رسیدن به اون در 10 سال مشکل هست، ولی امکان پذیر هست. من همیشه این خاطره رو یادآوری میکنم که خب موقعی که من تز دکترام رو مینوشتم در 40 سال پیش، اون موقع حدود باز همین حدود 1 میلیارد، البته کمتر بود، 800 میلیون نفر سر گرسنه زمین میگذاشتند و این رقم متاسفانه از اون موقع تا حالا در این 40 سال عمر بی حاصل پایین‌تر که نیامده بیشتر شده. و حال حد اکثر امیدواری که میشه داشت اینه که اون موقع شاید این رقم حدود 1/3 بشریت بود و حالا این رقم حدود 1/8 بشریت هست، ولی با این وجود دردناکه که یه رقم حدوداً ثابت رو در این 40 سال داشتیم. یعنی من وقتی مقدمه در واقع تز دکترامو در اون سال میبینم همیشه یاد این میکنم که ظاهراً این 40 سال حداقل عمری بی حاصل بوده. آماجای مربوط به هدف دوم توسعه همچنین به تضمین سیستم های پایدار تولید غذا اشاره داره و اونی که باید در واقع روش های انعطاف پذیر کشاورزی باعث بشه که در شرایط تغییرات اقلیمی، آب و هوای بسیار بد، خشکسالی، سیل و سایر بلایا مثل کرونا شرایطی به وجود بیاد که در واقع کیفیت زمین و خاک به صورتی باشه که این تولید غذا به صورت پایدار صورت بگیره. ما حداقل شاهد هستیم در حالا در کشور اتریش که در همین دوران کرونا قیمت مواد غذایی به شدت بالا رفته و این پدیده ظاهرا پدیده جهانیه و خب این میتونه به مجموعه شرایط لطمه بزنه و این نشون میده که هنوز این سیستم پایدار تولید غذا در تمام دنیا و به خصوص در کشورهای فقیر ایجاد نشده. در مورد حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، در مورد باز همین تنوع ژنتیکی در مورد گیاهان، حیوانات و چه حیوانات اهلی چه حیوانات وحشی به طور مشخص تأکید شده و که عملا بانک هایی ایجاد بشن که اینها رو بتونن حفظ بکنن، ذخایر ژنتیک جهان رو در واقع و همچنین دانش مربوط به اون رو بتونن حفظ بکنن و این کار از طریق همکاری های بین المللی صورت بگیره و به خصوص در زیرساخت های روستایی تغییر و تحولات اساسی صورت بگیره و همونطور که قبلا صحبت شد مهمترین مسئله اینه که ظرفیت تولید کشاورزی بدون اینکه لطمه بزنه به حفظ طبیعت در مجموع شرایط به گونه پیش بره که عملا تولیدات کشاورزی با کالاهای معمول مقایسه نشه
یارانهای مناسب داده بشه به کشاورزان و مجموعه شرایط اقتصادی، اوج و حضیض‌ها، بحران‌ها که در بازار به وجود میاد روی کالاهای حداقل کشاورزی تاثیر نگذاره و به طور ثابت بتونه غذا و مواد کشاورزی در اختیار همگان قرار بگیره و به هر حال جوری باشه که ذخایر غذایی به شکلی وجود داشته باشه که در هیچ شرایطی باعث نشه که به مردم در این ارتباط لطمه بخوره و همجور گفتم قیمت ها گاه آنچنان بالا بره که دیگه غذا در دسترس نباشه برای خیلی ها. سوال شده که من معتقدم که از طریق اتحاد چپ میشتوان جلوی شکنجه و غیره در ایران رو گرفت، ولی چطوری؟ لطفا دقیق تر توضیح بدهید چه اقداماتی میشه که در این زمینه انجام داد. البته من صحبتی که در این دور دارم اینه که از راه اتحاد چپ بتوان راحت تر به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم رسید. مسئله شکنجه جزء حقوق در واقع شکنجه که در واقع حقوق طبیعیه و خب جزء حقوق مدنی سیاسی تلقی میشه، یعنی تو محدوده ماده های مربوط به حقوق سیاسی مدنی هست یا مسئله در واقع میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی. خب از این زاویه میگم که خب شکنجه رو تنها لزوما نباید چپ بود و ضد شکنجه بود، نیروهای میانه و راست هم می توانند مخالف شکنجه باشند، مدافع آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی باشند. خب بجز یه طیف فوق العاده راست که ممکنه که یعنی راست افراطی که عملا شکنجه را هم مجاز بدونه یا در شرایط خاص مجاز بدونه، ولی کن اون به هر حال فراتر از اتحاد چپ میره. من بحثی که امروز میخوام داشته باشم بر این مبناست که ما چگونه بر زمینه اتحاد چپ حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم رو تأمین بکنیم یا برعکس خود حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم زمینه بشه برای اینکه اتحاد چپ شکل بگیره، یعنی اینکه افراد قطعا در طیف چپ نظرگاه های گوناگونی دارن ولیکن خب میتونن این اهداف مشترک رو در کنار بسیاری از اهداف دیگرشون در دستور کار قرار بدن و برای رسیدن به این اهداف به طور کاملا مشخص و عملی همراه بشن و در واقع برنامه مشترکی داشته باشن، پلتفرم مشترکی داشته باشن و اینکه پروژه های مختلفی داشته باشن، مشترکی داشته باشن که به این برسن و در این راه یک همراهی جدی با هم دیگه داشته باشن. سوال شده که فشار نهادهای حقوق بشری بر کند کردن اعمال ضد بشری جمهوری اسلامی چقدر مؤثر است؟ واقعیت نشون داده که تأثیر معینی داره، یعنی اینطوری نیستش که این فشارها به هیچ وجه تأثیر نداشته باشه، ولیکن این انتظار که با فشار نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض کرده باشه خب چنین نیست. واقعیت اینه که در خلال سالهای گذشته دیدیم که رفتارش رو در این ارتباط به خصوص در ارتباط به حقوق مدنی و سیاسی تغییر نداده، یعنی فشارها، محدودیتها کاملا وجود داره. در ارتباط با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم چندان تلاشی نکرده و خب منافع دراز مدت مردم ایران در این راستاها رو در نظر نگرفته و خب برای مثال با رانت‌ها، فساد به عنوان شاخص‌ترین مسائلی که این حقوق رو تضییع میکنه هیچ برخوردی نکرده. ولی خب نوع برخوردهایی که آدم میبینه در خلال چند دهه مختصری تغییر کرده و خب این ناشی از این فشارها هست، ولی یعنی طرح قوانینی رو برده به مجلس ولی خب خیلی کند این روندها صورت گرفته. نحوه رفتار با حالا زندانیان در زندانیانی که
پرآوازه هستند نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده. یک تغییرات معینی رو عملا میشه دید، ولی این تغییرات خیلی چشمگیر نیست. سوال شده که آیا فعالیت مشترک با محوریت حقوق بشر از جانب همه یا اکثر گروه ها، احزاب و سازمان های چپ ایرانی انجام میگیرد و آیا امکان آن هست که در صورت همکاری های مشترک حقوق بشری نیروهای چپ آن گونه فعالیت ها را به عنوان پایه‌ای در جهت اتحاد عمل سیاسی و اجتماعی استفاده کرد؟ بله، به هر حال من با این پیشورز این صحبت ها رو عرض کردم خدمت شما و خب مقدمتا از اونجایی که نیروهای چپ با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بیشتر در پیوند هستند، نه اینکه با حقوق مدنی سیاسی در پیوند نیستند، هم با این هستند و هم با اون هستند، نیروهای غیر چپ رو شاید خیلی نشه انتظار ازشون داشت که در ارتباط با مسئله برابری یا برای مسائل در واقع حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بیشترین در واقع تلاش رو بکنن. در وهله اول متمرکز هستن اونها بر صرفا حقوق سیاسی و مدنی، حالا اگر که در این راستا حرکت بکنن، اگر حرکت نکنن که جای خود، ولی به هر حال از این زاویه میشه شروع کرد و این حقوق رو، اون حقوقی که از زمان در واقع منیفست حزب کمونیست مطرح شده، قبل از اون به هر حال مطرح شده، بعد از اون مطرح شده، برای جنبش کارگری در پیوند با این مسئله هست، مسئله حقوقی که عرض کردم، حق داشتن شغل، حق داشتن فراغت، حق داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، تحصیل، تأمین اجتماعی، بهداشت، اینها تمام موضوعاتی هستند که خب چپ ها به طور ویژه روش متمرکز هستند. میشه برنامه های مشخصی رو ریخت و بر اون مبنا در اتحادی رو به وجود آورد. در وهله اول شاید اتحاد عمل پیرامون همین حقوق باشه و برای اینکه در فاصله فقر و غنا در جامعه کاهش پیدا بکنه با مجموعه تدابیر، کوشش‌ها، حرکت مشترکی که میتونه باشه، بعدن خب میتونه فرا به روی به اتحاد خیلی وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی. و اگر یعنی این صحبت‌ها بر این مبنا هستش که عملا اتحاد تا حد زیادی در عمل مشترک، یعنی از یک طرف یک پلتفرم، یک برنامه مشترک باید باشه و از طرف دیگه بر اون مبنا بشه عمل مشترکی داشت. و از اونجایی که خب جامعه امروز یه مقدار این مسائل کلی رو که طرح میشه تونسته کمی بکنه، یعنی کیفیت‌های معین یا خواست‌های معین یا اهداف معین رو یه مقدار مشخص‌تر بکنه به صورت آماج و بعداً مشخص‌تر باز بکنه با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف، بنابراین از این زاویه این مسئله مطرح شده. صحبت شده، سوال شده که چشم‌انداز شما در رابطه با اتحاد آیا امیدوار کننده است یا یک ضرورت را مطرح می‌کنید؟ به هر حال اتحاد به عنوان یک ضرورت که بارها مطرح شده، این صحبتی که ما می‌کنیم یک محور اتحاده که آیا محور اتحاد می‌تونه در واقع این خواست‌ها باشه، خواست‌هایی که امروز تا حد زیادی زمینی شده یا نه. خب من برای مبنای امیدواری در این اتاق که خب اسمش اتحاد چپ هست، بحث رو به اینجا و از این زاویه باز کردم و امیدوارم که راجبش بشه پیرامونش بشه بیشتر صحبت کرد. من کاملا امیدوار هستم به این موضوع. البته در خلال صحبت‌های من می‌بینید که در تمام عمر آگاهانه من 40-50 سال شاید بشه گفت، در این مدت خب تغییرات خیلی اساسی رو در این رابطه اونطور که آرزوی یک فرد هست در یک طول عمر عملا مشاهده خب نشده. به این معنی شاید در حد یک زندگی امیدوار کننده نباشه، ولی در حد چند نسل به نظر من کاملا امیدوار کننده هست و امیدوارم که ما به این اهداف بتونیم نائل بشیم و اهداف جدیدتر رو پیش رو بگذاریم. سوال شده که آیا نهادهای حقوق بشری جهانی فعالیتی در زمینه ظلم‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی کشورها مثل کودکان کار، کودکان خیابان، فروش سکس، ازدواج کودکان و غیره دارد؟ بله، می‌دونید که اولا خب نهادهای حقوق بشری جهانی که میگیم باید خب به چند دسته تقسیم کنیم. یکی
به حال سازمان های میان دولتی هستند، یعنی سازمان های در واقع بین المللی که زیر مجموعه سازمان ملل هستند، مثلا در این مورد یونیسف که خب روی مسئله کودکان کار میکنه و همچنین سیدا یا کلا کمیته مربوط به سیدا که روی مسئله کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان کار میکنه، گزارشگرهای ویژه‌ای که در این ارتباط هستند. بنابراین خب گزارشگر ویژه اولا کمیته حقوق کودک هست و باز هم که در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک هست، گزارشگر ویژه‌ای در مورد اینکه در واقع اشکال مختلف بردهداری نوین که خب فروش سکس یکی از اونها در واقع هست در شرایط موجود، قاچاق انسان، مسئله تمام این موضوعات کار میکنن. اینها نهادهای بین المللی هستند، ولی خب سازمان های غیر دولتی فراوانی هم هستند که روی این موضوعات کار میکنن. این روزها حالا ما استثناءً میشه گفت بعد 10 سال برای نخستین بار در شورای حقوق بشر حضور نداریم در این روزها، ولی شورای حقوق بشر این روزها جلسه داره و جلساتش در واقع 44مین اجلاس شورای حقوق بشر است، به طور مستقیم پخش میشه، همشون هم آرشیو میشه. اگر که شما مراجعه بفرمایید در این روزها به سایت سازمان ملل و شورای حقوق بشر، میبینید که همین پنل هایی هست در رابطه، دو پنل در مورد در واقع مسائل کودکان، دو پنل در مورد مسائل زنان در این اجلاس هست و گزارشگرهای ویژه موضوع مختلفی در صحبت میکنن که البته تمرکز این اجلاس بیشتر روی مسائل زنان هست و اجلاس ماه مارس رو مسائل کودکان و گزارشگرهای ویژه مربوطم اونجا گزارش خودشون رو ارائه دادن و میدن. بله، در سطح وسیعی این کارها هم صورت میگیرد. سوال شده که اگه در سال 1989 با فروپاشی سوسیالیسم 13 کشور 1,695,000,000 نفر گذار دموکراتیک یا انقلاب بدون خشونتی را تجربه کردند و اگر گذار دموکراتیک فیلیپین، آفریقای جنوبی، هند و غیره را اضافه کنیم رقم به 3,337,400,000 نفر میرسد، یعنی 65% بشریت، چرا در ایران نیروهای چپ به این پدیده کم اهمیت داده و میدهند؟ اشکال چیست؟ چرا هنوز انقلابیگری و گذار قهرآمیز این چنین در ایران و بین نیروهای چپ جذابیت دارد؟ خب به هر حال من نمیتونم این اعتقاد داشته باشم که نیروهای چپ به این پدیده کم اهمیت داده و میدن. به هر حال در دل این تحولات زندگی کردن خیلی از نیروهای چپ در کشورهای سوسیالیستی واقعا موجود آن زمان زندگی کردن و خب هم اشکالات اون جوامع رو دیدن، هم به هر حال روند گذار رو با مشخصا تجربه کردن و به هر حال در این تحولات رو از نزدیک دیدن. طبیعیه که از اونجایی که این تحولات، حالا مشخص ترینش در واقع انقلاب مخملین چک رو بشه در نظر گرفت، در کاملا فاصله داشته از خشونت، حالا در آفریقای جنوبی که مثال زدید و مسائل دیگر، به هر حال راه گذار خشونت پرهیز رو بسیار از نیروهای چپ در سطح دنیا پیشنهاد میکنند و که از دموکراسی، از حکومت های دیکتاتوری و استبدادی به حکومت های دموکراتیک رسید و خب طبعا چپ ها خواهان این هستند که روندها در جهت سوسیالیستی، سوسیال دموکراتیک، سوسیالیسم دموکراتیک در روند چپ باشه. نیروهای معینی قطعا هستن، خب در تمام جوامع هستن، حتی در کشورهای اروپایی هم که فکر میکنند کماکان از راه های از کاربرد قهر میتونه راحت تر به نتیجه برسونه تغییر و تحولات رو، ولی کن من فکر نمیکنم که عمده نیروهای چپ در سطح جهان چنین نظری رو در حال حاضر با توجه به امکانات موجود، تحولات موجود داشته باشن. وقتی امکانات
دستیابی به یک مقصود به شیوه های راحت تر هست، بنابراین راه های دشوارتر رو ضرورتا نباید انتخاب کرد. ولی به هر حال در صحبتی که من امروز میخوام بکنم، فاصله گذاری بین نیروهایی که به هر حال قهر رو ترویج میکنن در میان نیروهای چپ و غیر قهر رو نیست، میخوام از این زاویه صحبت بکنیم که جدا از این مسئله آیا میتوان قبل از ایجاد تحولات عمیق در جامعه در ارتباط با کاهش شکاف میان فقر و غنا در با امکانات موجود نیروهای چپ همه دست به دست هم بدهند یا خیر؟ سوال شده که لطفا توضیح بدهید درباره فعالیتی درباره حکم اخیر که برای سه جوان بازداشتی تظاهرات آبان ماه که حکم اعدام گرفتند، یعنی آیا اتفاقی افتاده فعالیتی شده؟ البته خب این موضوع به موضوع بحثمون مستقیما بر نمیگرده، بلکه قطعیه که این کار انجام شده و می شود. فقط این سه عزیز نیستند، در میان به هر حال کسانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند بسیاری که جانشون در خطره، از جمله این سه عزیز، از جمله 8 نفری که در اصفهان موقعیت مشابه دارن، به خاطر اعتراضات آبان ماه دستگیر شدن و ظاهرا برای اونها چنین حکمی داده شده، و خب افراد دیگری هم هستن مثل آقای روح الله زم که حکم اعدام داده شده، علاوه بر اون هستن کسانی که موقعیت خیلی خطیری از نظر سلامتی دارن و خب طبیعیه که هر لحظه موندن اونها در زندان برای جانشون خطر داره. اینها مجموعه ای هستش که حالتهای یا احیانا کسانی که در اعتصاب قضا هستند، این افراد در میان مجموعه زندانیان سیاسی عقیدتی تمرکز بیشتری روشون هست، و خب ما و دیگر سازمان های غیر دولتی اطلاعات مربوطه رو به نهادهای سازمان ملل به طور مشخص کمیساری عالی حقوق بشر و دفتر آقای جاوید رحمان ارائه میدیم، و اونها با توجه به امکانات معینی که دارن که نامحدودم نیست، این در حد اینکه فرمان بدهند و اون فرمان اجرا بشود به مسئولان جمهوری اسلامی نیست، ولی با اونها مکاتبه میکنند و یا اینکه طرح میکنن موضوع رو در سطح عموم که همه متمرکز بشن روی اینکه چنین خطری وجود داره. در این رابطه این اقدامات داره صورت میگیره. طبیعی که خب سازمان های غیر دولتی متفاوت هم روی این موضوع کار میکنن، به اضافه خب شخصیت هایی که این مسئله به شدت براشون مهم هست و روی این موضوع در سطح جهان، در سطح ایران دارن فعالیت میکنن تا اینکه این حکم های ناعادلانه و غیر انسانی نقض بشه. گفته شده که با درود که متحمل وظیفه انقلابی شدید و در این اتاق حضور یافته اید، سپاسگزارم. این دوست ما روند هر گونه تحولی رو از دید مطلق ارزیابی و چپ را متهم به مجرد نگری میکند. آیا به نظر شما رفرم و رفرمیزم میتواند تمامی اهداف توده های تحت ستم و زحمتکش جامعه را پاسخگو باشد، مگر نه اینکه نیروهای چپ از شرایط مشخص تحلیل مشخص استخراج میکنند؟ قطعیه که خب به هر حال نه تنها نیروهای چپ، خب نیروهای میانه و راست هم شرایط مشخص رو تحلیل میکنند، و به هر حال سنتا نیروهای چپ هم چنین میکنند. به نظر منم اینطوری نیست که همیشه رفرم و رفرمیزم میتواند پاسخگو باشه و به هر حال اصلاحات هست، ولی که در مقابلش خب یک انقلاب سیاسی میتونه خشونت پرهیز باشه، یا به هر حال از واژه‌ای که استفاده میشه در همون تحولات اروپای شرقی به بعد، در واقع ترکیبی از انقلاب و رفرم مورد نظر هست، از رفولوسیون صحبت میشه، یا حالا ترجمه کردن مثلا اسقلاب به فارسی. به هر حال ترکیب اونها میتونه به گونه‌ای مطرح باشه در تحولات تاریخی، آنچنان که در نمونه های
مشخصه که دوست دیگری سوال کرده بود در اونجا منعکس هست، ولیکن به هر حال میشه این رو از نظر من یک انقلاب سیاسی هم تلقی کرد. اون چیزی که امروز به هیچ وجه در دنیای امروز محبوبیت حداقل نداره، حالا ممکن در شرایط معینی پیش بیاد و مانع اون هم نتواند کسی بشود، ولی محبوبیت و مقبولیت نداره، یک تحول قهرآمیز هست و برای همین تاکید میشه بر اجتماعات مسالمت آمیز، تشکل هایی که این روش ها رو پیش بگیرن. به هر حال میتونه خواستاشون بسیار رادیکال باشه و خواهان تغییرات بنیادی باشن، ولی ضرورتا نباید از عنصر قهر استفاده بکنن. در مقابل قهر حکومتگران قطعا باید دفاع صورت بگیره، ولیکن اینکه قهر رو با قهر برابر یا قهر بیشتر پاسخ بدن، به هر حال همچین موضوعی از حالا چه از نظر ما مدافعان حقوق بشر چه به طور کلی مقبولیت جهانی در شرایط امروز نداره. سوال شده سازمان ملل و عفو بین الملل چه توانی در کاهش اعمال ضد انسانی حکومت فعلی ایران دارد؟ خب اولا خب میدونید اینا دو سازمان از دو نوع مختلف هستند. سازمان ملل یک ارگان در واقع بین المللی یا بین الدولتیه و خب ایران هم یکی از اعضای اون هست و مناسباتیه که دولت ها با هم دیگه دارن. حالا سازمان های غیر دولتی، حالا مثل ما سازمان عفو بین الملل و غیره، در بعضی از ارگان ها مثلا شورای حقوق بشر و خب البته بسیار ارگان دیگه امکان حضور دارن و تاثیر میذارن. کاری که سازمان ملل میکنه از طریق نهادهای خودش، کمیساری های عالی حقوق بشر و حالا در مورد ایران کل گزارشگرهای ویژه موضوعی و به خصوص گزارشگر ویژه ایران، خب بررسی میکنه شرایط ایران رو و در اختیار سایر کشورها قرار میده و سایر کشورها نسبت به اون موضع گیری میکنن در چارچوب قطعنامه هایی که هست. این قطعنامه ها خب قاعدتا باید توجه بده حکومت مشخص رو، مثل جمهوری اسلامی که نسبت به اون توجه بکنه، به اضافه اینکه خب روندی از بنام بررسی ادواری جهانی که در مورد ایران سه بار انجام شده، یه سری تعهدات رو یعنی کشورها نسبت به ایران یا هر کشوری نسبت به کشور دیگر از او خواستهایی رو مطرح میکنه که بخشن قبول میکنه بخشن قبول نمیکنه و بسیاری از این خواستها رو که کشورهای دیگر ارائه دادن قبول کرده و خب میشه در واقع اینها به عنوان تعهدات اون هست که باید اجرا بکنه، بنابراین اینا رو میشه پیگیری کرد. سازمان های غیر دولتی عفو بین الملل خب امکاناتشون به یه معنی کمتر هست و اونها خب امکان تاثیرگذاری رو در سطح بین المللی یا در سطح دولتی ندارن، ولیکن خب بسته به اینکه تا چه حد وسیع باشن، که خب سازمان عفو بین الملل که نام بردید میلیون ها نفر عضو داره، خیلی از سازمان های غیر دولتی دارای مقام مشورتی در سازمان ملل ممکنه چند نفر تا چند ده نفر باشن، خب تا چند میلیونش هم که سازمان عفو بین الملل هست، اونها بیشترن بیشتر روشنگری بکنن و مسائل حقوق بشر رو در جامعه معین در این مورد ایران مطرح بکنن و خب خود طرح این در سطح بین المللی و خب طبیعتاً در واکنش و باز تاب خواهد داشت در رسانه ها میتونه تاثیرگذار باشه. اون چیزی که هست در واقع اینه که بشه بر روی اذهان تاثیر گذاشت و فشارهای بین المللی به این صورت میتونه باعث عقب نشینی های معینی بشه، ولی خب مسلمه که بعضی از کشورها مثل ایران، کشوری که خودش رو بزرگ میدونه، قدرتمند میدونه و در این پیوندهاش با کشورهای دیگه حد اقلیه و بنابراین فکر میکنه که میتونه برنامه های خودش رو آنچنان که خودش تنظیم میکنه کاملا پیش ببره، که خب در عمل با مشکلات زیادی برخورد میکنه و خب قطعیه که در زمان معین در واقع مقاومتش بشکنه، ولیکن اینکه مقاومت میکنه و عقب نشینی هایی هم اگه انجام میده بسیار جزئی هست،
واقعیت جامعه امروز ما هست که در مقابل هم گفتم این سازمان های بین المللی، بین دولتی و سازمان های غیر دولتی فعالیت خودشون رو دارن. سوال شده که پرسشی که مطرحه اینه که حقوق بشر بیشتر سلاحی است دست نظام مسلط نئولیبرالیسم می باشد، آیا می توان امیدوار بود که نهاد حقوق بشر به دست صاحبان اصلی که نیروی کار می باشند برسد؟ با سپاس. خب بحث داره همینه، با تمام بحثی که امروز داریم اینه که حقوق بشر رو در واقع به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، حالا یا سه دسته، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. بحثی که ما داریم الان روی نسل دومه که البته با نسل سوم یعنی مسائل جهان شمول در ارتباط با همبستگی جهانی با محیط زیست و همسالم در پیوند نزدیک است. طبیعیه که وقتی که حالا در خود سازمان ملل هم شورای حقوق بشر هم مسائل مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مطرح میشه، اکثر اعضا که خب شاید سمگیری نئولیبرالیستی جهان مطلوبشون هم نباشه، هرچند خودشون هم در این چارچوب هستند، اونها خب از این حقوق دفاع میکنن برای اینکه خب شرایط جامعهشون میتونه تغییر بکنه، عمدتا کشورهای توسعه نایافته هستند. بنابراین در ارتباط با این حقوق به خصوص میشه گفت به یه معنی در واقع این کشورها حداقل در دادن رأی امکانات بیشتری رو دارن، ولی در رابطه با حقوق مدنی سیاسی خب طبیعیه که از دیرباز به هر حال آزادی خواهان، لیبرال ها و حالا شاید نو لیبرال ها، از زاویه اقتصادیش صحبت نمی کنیم بلکه از زاویه سیاسی مدنی صحبت می کنیم، در رابطه با این حقوق فعالترن. مثلا همین شورای حقوق بشر رو شما همین جلساتش که این روزها جریان داره ببینید، میبینید که وقتی گزارشگر ویژه آزادی بیان مطرح میکنه کم کشورهای بیشتری وقت میگیرن که راجع به اون موضوع صحبت بکنن و هم سازمانهای غیر دولتی بیشتری سعی میکنن که راجع به خب حق آزادی بیان صحبت بکنن. خب طبیعی هم هست، ولی مثلا وقتی که گزارشگر ویژه حق قضا صحبت میکنه اینقدر مطلوبیت نداره برای کشورهای دیگه که راجع به این حق بشری صحبت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن و اقدام بکنن. خب این واقعیت جامعه امروز هست، ولی که خب جامعه همیشه اینطور نمیمونه و به خصوص وقتی که حقوق سیاسی مدنی تا حد زیادی تامین بشه کار راحت تر میشه برای روندهای بعدی. دشواری هایی هم که هست اینه که خب در ارتباط با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی باید کار کرد، یعنی اینکه حقوق انسانی رو، حقوق بشر رو به دو دسته تقسیم میکنن، بخشن توی گیومه حقوق منفی تلقی میشه، بخشن حقوق مثبت، بر این مبنا که خب حقوق مدنی سیاسی تا حد زیادی حقوق منفی هستن، به این معنیه که فرد یا افراد کار معینی رو نکنن، یعنی نکشن، شکنجه نکنن، محدودیت در روی آزادی بیان ایجاد نکنن، محدودیت روی آزادی مذهب ایجاد نکنن و از اون طرف یعنی انسان رو از رنج نجات بده، رنجی که توسط انسان‌های دیگر هست. ولی خب وقتی به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی برمی‌خوریم به حقوق مثبت در واقع اشاره میشه و اینکه کاری باید کرد، یعنی باید انسان رو از احتیاج رها کرد، بنابراین خب کار زیادیه که به کسی غذا رسوند، به کسی برای کسی مسکن تهیه کرد، آموزش کافی تهیه کرد، آموزش لازم رو تهیه کرد، بهداشت رو تأمین کرد، اینها همه شغل ایجاد کرد، فرصت شغلی ایجاد کرد، بیکاری رو از بین برد، نمیدونم از اون طرف اوقات فراغت براش ایجاد کرد در عین ایجاد شغل و تمام این مسائل به هر حال دشواری های خاص خودش رو داره و طبیعیه که در این رابطه تأمین اینها از اونجایی که
ایجابیه و نه حالا سلبی، مثبته و نه منفی، تلاش بشری بیشتری رو طلب میکنه. ولیکن قرار نیست که دنیا این گونه که هست بمونه و با تلاش مجموعه بشریت میتواند شرایط امروز تغییر بکنه و طبیعیه که وقتی آزادی های مدنی و سیاسی به یه معنی به طور کلی از نظر تئوریک میتونن در دسترس تر باشن، یعنی اینکه در زمان معینی مجبور بشن کشورهایی که حقوق مدنی و سیاسی رو سلب میکنن از دست بردارن از این وضعیت و به هر حال نظام های دیگری جایگزین بشه، ولی در همون نظام های جایگزین هم تامین حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به سادگی میسر نیست و کار بسیاری میطلبه، ولیکن غالب مردم در این راستا خواه نخواه. سوال شده که عملکرد سازمان های حقوق بشر در مورد برخوردهای رژیم در سه پایمال کردن حقوق حقه اقلیت های مذهبی به ویژه بهاییان و غیره تا چه حد موفق بوده است؟ برحال بازم این سوال خیلی به موضوع مستقیمان به موضوع مورد بحثمون بر نمیگرده. به این سوالم فکر میکنم یه جای دیگه به شکلی پاسخ دادم و اون اینه که عملکرد این سازمان حقوق بشر تأثیر معینی رو داشته، از جمله حالا در جمله در مورد بهایان خب ما شاهد هستیم که در چند سال گذشته شرایطشون کمابیش یکسان بوده و شرایط خوبی رو ندارن کماکان، ولی که خب در سال اول انقلاب خب به راحتی اعدام میکردن، حداقل اینه که اعدام اوایل انقلاب به زندان‌های دراز مدت در واقع اون حلقه یاران به مدت 10 سال انجام مید و حالا به هر حال بهایان رو به دلایل بی دلیل در واقع زندانی میکنن و خب گاه هم بعد از مدتی آزاد میشن تعدادی از اونها. خب اونها به طور ویژه بر روی خب حق آموزش خودشون تاکید میکنن، روی این مسئله به طور جدی براشون خیلی اهمیت داره و خب از اونجایی که جامعه بین المللی بهایان میشه گفتش که 10 ها سال در سازمان های بین المللی کار میکنه، تلاشش تا حد زیادی در این راستا که مسئله رو برای تمام جهانیان بازگو بکنه بسیار موفق بوده. خانم دایان علایی یکی از شاخصترین این افراد هستند، شاخصترین افراد در عرصه فعالیت حقوق بشری هستند و مدت ها قبل از اینکه ما در شورای حقوق بشر فعال باشیم ایشون در کمیسیون حقوق بشر و همراه و همچنین شورای حقوق بشر فعال بوده. به هر حال مجموعه تلاش های ممتد اونها تأثیرات معین خودش رو داشته، ولی این تأثیرات طبیعی که در حد دلخواه نیست. در مورد اقلیت مذهبی دیگه هم به خصوص نومسیحیان، چون میدونید بهاییان جزء اقلیت های مذهبی شناختش نشده در ایران به حساب میان، ولی نومسیحیان هم از اونجایی که خب تغییر دین دادن و این مورد قبول نیست شرایط مشابهی رو دارن، ولی که این به معنی نیست که متعلقان به اقلیت های مذهبی شناخته شده هم از تضییقات فراوان و نقض حقوق بشر در امان هستند. سوال شده که با توجه به مسئله زندانیان سیاسی، های سازمان حقوق بشر توانایی تهیه گزارش از وضعیت زندانیان سیاسی از درون زندان ها را دارد و همچنین در مورد احکام ناعادلانه رژیم در مورد زندانیان سیاسی، آیا سازمان توانایی ایجاد تلطیف وضعیت زندانیان و تعدیل احکام ظالمانه را دارد؟ در مورد اول اینکه خب میدونید که این روزها ما شاهد هستیم که گزارشات مختلفی از زندانها داده میشه و تصویر کما بیش روشنی از آنچه در زندانها هست داده میشه توسط آقای نوریزاد، خانم فاطمه سپهری، خانم سهیل عربی، آتنا دائمی و دیگران. به هر حال توسط تمام بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی این اطلاعات بیرون داده میشه و
خب سازمان های حقوق بشری هم اینها رو منعکس میکنند و بی اطلاع نیستن. دفتر کمیساری عالی حقوق بشر و همچنین دفتر آقای جاوید رحمان از آنچه درون زندان ها میگذره، و خب در گزارش هایی که هست شما مشاهده میکنید، گزارش میدونید که دو گزارش رو در سال آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل میده و دو گزارش رو در سال آقای جاوید رحمان میده، و یکی دو ماه آینده گزارش های جدید اونها رو که قراره به مجمع عمومی ارائه بشه خواهید دید. در اونها خب شرایط زندان رو توصیف میکنند و میدانند که چه میگذرد. این در مورد این. در مورد اینکه وضعیت زندانیان تا حدی تلطیف بشه، خب در میدونید که مطابق مصوبات باز جهانی ما قواعد نلسون ماندلا رو داریم که جمهوری اسلامی هم با حضورش در زمان تصویب این قواعد در مجمع عمومی اون رو در واقع تایید کرده. همین که در همین هفته قبل، یکی دو هفته قبل از شیوع کرونا، در شورای حقوق بشر اجلاسی که در ماه فروردین بود، اسفند و فروردین بود، در روند UPR تایید کرد که پیشنهاد اتریش رو در مورد اجرای قواعد نلسون ماندلا تایید کرد. و این به این معنیه که خب بسیاری از رفتارها رو در زندانها باید تغییر بده. در بعضی موارد مثلا در زندان اوین دیده میشه که بخشی از این موضوعات سعی میکنن که رعایت بکنن، ولیکن در مجموع خب هنوز خیلی فاصله داره. بحث آموزش زندانبانان به اینکه رعایت بکنند حقوق زندانیان رو بخشی از کاریه که باید حتما انجام بشه. حد معینی حالا تلطیف میتونه یا تعدیل، تلطیف میتونه وجود داشته باشه در رفتار با زندانیان. وقتی خب با سال 60 مقایسه بکنیم، کسانی که هر دو مقطر رو تجربه کردن معتقدن که تفاوت‌های معینی وجود داره. البته این به این معنی نیستش که در کوچکترین تغییرات وسیع در جامعه دوباره به روال‌های سابق نتوانند به هیچ وجه برگردند، و به حال همه جور امکان در واقع تشدید شرایط وجود داره، ولیکن خب فعلا در حال حاضر یک مقدار رعایت میکنن بعضی از مسائل. در رابطه با تعدیل احکام ظالمانه، خب متاسفانه ما با روند، با قانون مجازات اسلامی جدید، با روند نه تعدیل بلکه تشدید احکام مواجه هستیم و این روز به روز در حال افزایشه. در این ارتباط هم تلاش میشه، حالا تا شاید بتواند موفق باشد باید دید. ممنون از همه شما، خوشحال شدم که در جمع شما عزیزان بودم. موضوعی که عرض کردم خب خیلی در قالب سوالها باز نشد، شاید موضوع جدیدیه و شاید در ادامه به هر حال فرصتی بشه بعدها باز هم به این موضوع بازگردیم. ولی نهایتا همونجور که در عرایض طولانی خودم عرض کردم، معتقدم یکی از راههایی که میتواند اتحاد چپ رو به وجود بیاد بیاره، اتحاد حول عمل مشترک، و عمل مشترک با اهداف در دسترس، حالا در دسترس تو گیومه باید بگیم چون خیلی هم ساده نیستن، در دسترس نسبتا نزدیک، یعنی اینکه اهداف معینی رو در نیروهای مختلف چپ در چارچوب اون پیشنهادهای بین المللی صورت گرفته در این راستا در ارتباط با کشور ما ایران پیش رو بگذارند و اون رو زمان بندی کنند و پروژه‌ای پیش ببرند. در جریان این اتحاد عمل، خواهناخواه میتواند اتحاد نظر و پیوندهای عمیق عاطفی به صورتی که اتحاد چپ رو تا حد زیادی تأمین کنه شکل بگیره، به جای اینکه خب ما بپردازیم به اینکه در
دهه های پیش، صده های پیش، از تئوریسین ها گرفته تا کسانی که در واقع تاکتیسین بودن، کسانی که عملا پیش برد سیاست مدارانی که در واقع پیش بردن مسائل مربوط به چپ رو، چه تفاوت ها و چه نزدیکی های با هم دیگه داشتن و چه اشتباهاتی احیانا کردن، بپردازیم به اینکه از امروز به بعد چگونه میتوان یک قدم مشترک رو با هم به پیش برد، به پیش برداشت. و در این راستا بود که این رو من پیشنهاد کردم به عنوان اینکه ببینیم که در میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصاد اجتماعی فرهنگی چی هست، اینکه مواد مربوطه اعلامیه جهانی حقوق بشر چی هست و اهداف توسعه پایدار اونجایی که به این موضوعات برمیگرده دقیقاً چی هست، یعنی خود هدف کلی چی هست، و بعد یه خود مشخص‌تر این آماج‌های در چارچوب اون هدف چی هستن و چه شاخص‌هایی میتونه تعیین بشه برای رسیدن به این آماج‌ها و هدف‌ها، و در ارتباط با اون شاخص‌ها ما در کجای کاریم. ممنون از حوصلتون، امیدوارم که با این بحث سر شما رو درد نیاورده باشم. دوستان عزیز، به پایان برنامه پرسش و پاسخ امروز رسیدیم. خسته نباشید. دوباره از دکتر نایب هاشم عزیز تشکر می‌کنم که امکان استفاده از تجربه ها و دانش و نظراتشون رو به ما دادن. از شما عزیزان که با ما همراه بودید سپاسگزاری می‌کنم. دیروز 18 تیر سال روز حمله وحشیانه جمهوری اسلامی به کوی دانشگاه تهران بود. تصمیم گرفتم که برنامه امروز رو با یادی از شهدای واقعی حمله به کوی دانشگاه، عزت ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامیفر و مفقود سعید زینالی با خوندن شعری از عزت ابراهیم نژاد به پایان ببرم. شعر ما را به خاطر بیاور از شهید عزت ابراهیم نژاد. ما را به خاطر بیاور، ما را که تازه جوانانی 22 ساله بودیم، شور عشق در سینه داشتیم و پیش از آنکه عاشق شویم سینه بر خاک سوده مردیم. ما را به خاطر بیاور، ما را که سینه سرخانی خنیاگر بودیم و ده به ده نه در آسمان و نه در کوه سار و نه بر شاخ سار که در بازار پیش از آنکه آواز خوان شویم بر شاخه ای تکیده از تکیگاه خیش جان واسپردیم. به خاطر دارم پیامشان را، سرنوشتشان را، آری، و همیشه در گذرگاه خاطرم در گذر است آوازهای صامت سینه سرخان سینه بر سیخ و تجسد آرزوهای 22 سالگان سینه بر سنگ، و از تکرار یادشان شاید پیش از آنکه شاعر شوم 22 ساله بمیرم. آمین. روز و روزگار خوش.